درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 5 شهریور ماه همراه ما باشید. یک نهاد صنفی دانشجویان در دانشگاه شریف با اشاره به شعارهای مطرح شده از سوی وزیر علوم دولت جدید ایران از او خواست که استادان اخراج شده از این دانشگاه را به کار بازگرداند. در نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری که تصویر آن در رسانه‌های ایران منتشر شده هشدار داده شده است که نتیجه روند اخراج استادان دانشگاه منجر به تهی شدن کشور از متخصصان خواهد شد. حماس از شلیک یک موشک به سمت تل آویو خبر داده است، اما ارتش اسرائیل میگوید این پرتابه در یک فضای باز در جنوب تل آویو فرود آمده است. شاخه نظامی حماس گفته این پرتاب در واکنش به قتل عام غیر نظامیان از سوی اسرائیل بوده است. پرتاب این موشک در حالی صورت گرفته که حماس اعلام کرده است شروط جدید مطرح شده از سوی اسرائیل در مذاکرات آتش بس را رد کرده. همچنین ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله روز یکشنبه حزب الله که با حملات پیشگیرانه اسرائیل مواجه شد را عملیات بزرگ خواند و گفت پاسخ منحصر به فرد حزب الله علیه اهداف حیاتی اسرائیل را تمجید کرده و تبریک می‌گوییم. مهدی شکیبا فر وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان مرکزی که توسط شعبه نهم دادگاه تجدید نظر به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 22 ماه حبس محکوم شده بود، دوشنبه 5 شهریور برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان ساوه منتقل شد. امیر رئیسیان وکیل دادگستری از برگزاری دادگاه دیگر برای ضیاء نوبی زندانی سیاسی به اتهام اطلاع رسانی درباره وجود حشره موذی ساس در زندان اوین خبر داد. رئیسیان در گفتگویی که امروز دوشنبه 5 شهریور منتشر شد گفت که این دادگاه جدید در تاریخ 7 شهریور ماه برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب برگزار می شود. پس از انتشار خبر بازداشت پاول دوروف، مدیر اجرایی پیامرسان تلگرام، سفارت روسیه در فرانسه اعلام کرد که درخواست دسترسی کنسولی به پرونده دوروف روسیه‌الاصل را ارائه کرده است. بر اساس گزارش‌ها، پاول دوروف پس از بازداشت در فرانسه تحت تحقیقات مقدماتی قرار گرفته است. این پیامرسان با حدود 1 میلیارد کاربر اکنون یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های پیامرسان است و رقیب اصلی واتساپ دانسته می‌شود.